شامی شما بخیر بینندگان عزیز مخلصان برنامه همیشگی مستقیم ارتباط. امروز هم ما با شرافت استقلالیت با نتیجه های بهترین ورزشی در عرصه بین المللی نایل میگردیم. در جمهوری سربیا مسابقات قهرمانی جهان اوید بسام با برگزار گردید که 4 تن پهلوان محبوب تاجیکستان هم در قطار 3 کشور سیاره در میان 400 نفر پهلوانان شهرتیار گوشتین سامبو مبارزه بردن و شرف و نفوذ سامبوی تاجیک رو هم در عرصه بین المللی تو اندازه هم توانستند که معرفی کنند. این البته بسیار هم موفقیت و یک قدم قوی پهلوانان ما در راه همان مطلب نهایی یعنی پرافشانی پرچم جمهوری تاجیکستان است. موضوع امروزه برنامه ارتباط همین را در بر میگیرد که ما حالا فرصت معرفی مهمانان رو هم داریم و ابتدا میخواستم از فردی که خدمتشون هم در رشد گوشتین سامبو بی‌نظیر است، سابق سرمربی منتخب سامبوی جمهوری تاجیکستان استاد اتحاد جماهیر شوروی محمد شریف سلیمانوف معرفی رو آغاز کنیم که شما رو خیر مقدم میگوییم. و کاتب گنرالی فدراسیون گوشتین سامبوی جمهوری تاجیکستان، داور درجه بین المللی، رئیس کمیته داوران قطعه آسیا محمود عبدالله، شما را هم خوش آمدید میگوییم. و سه فردی که امروز البته با شرافت زحمت های آنها پرچم در میان بیش از 3 کشور سیاره پرافشان شد، اینها ابتدا اکمل الدین کریموف ورزشگری که در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان باری چهارم هم برآمد و اکنون در جریان صحبت باز هم آید به این موضوع اندکی گفتگوی بیشتر هم داریم. و جهان پهلوان چمپیون جهان خوشقدم خسرو و شما رو هم خیر مقدم میگویم. و سامی عبدالشکروف در میان نورسان هم یک قدم قوی گذاشت و توانست که نتیجه ارزنده مدال برنجی رو هم به دست آورد. خیر مقدم، سلامت باشید. و امروز هم ما بسیار میخواستیم که در پهلوی این ابرمردانی البته میدانهای سامبوی تاجیک باز هم سرمربی منتخب سامبوی جمهوری تاجیکستان ناصر بازاروف هم قرار داشته باشند، اما تاسف که ایشان چند دفعه با ما در رابطه در صحبت هم بودند و امروز ما اون مطلب و مرامی که داشتیم البته در روند آماندگی منتخب و باز هم دیگر مسئله هایی که بینندگان میخواهند که از ما پرسان شوند با سوال ایشان البته ما متاسفانه جواب گفتن نمیتوانیم. و ابتدا میخواستیم صحبت رو هم از محمد شریف سلیمانوف آغاز کنیم که بسیار هم زحمت پیشینه چون گذارد خشت اول بر زمین میمار کرد، یعنی قدمی اولین ورزشگر که قوی تر باشد این هم آیسته آیسته به مطلب به نقطه نهایی باز موفقیت رو البته خواهد آورد. تشکر. خیلی خیلی قای کردید که خشتی اول گر نهاد میمار کش تا به آخر میره، نیکی ما خشتی اول که نهادیم راست تا به آخر میره و دیوال راست. لیکن طول اینقدر ساله که من این دسته منتخب پهلوانان دسته منتخب جمهوری تاجیکستان تمرین کردن و بایو مش دادیم، خیلی امون قوت و قابلیتشون حاضرم شکر خداوند که هست. من بینید که در چمپیونت های جهان حالا هم جای های دویم و سیم، ولی جای اول گرفتن باز برای جای اول گرفتن با بسیارتر تمرین کردن در کار و بعد مشق های دست جمعی گذراندن در کار. خوب من این سال ها چه خیلی که من تمام دنیا به همین کسلی وبای کرونا ویروسش میگن چی میگن همین قدی گرفتار هستن، در تمام مسابقه های بین المللی قریب برگزار نگشته ایستادن، ولی خوشبختانه امسال من در دولت سربیا دسته منتخب بی ما پرامنی خی یک 4 نفر برآمد کردن. شکر خداوند که هر 4شون جایزه دار شدن. من امشب کامرانشون است در اینجا، یکی از پهلوان بهترین هم در رشته سامبو و هم در جودو. و من گمان میگنم که خوب با همین مشکلات ها که در مسئله روابط گرفتن چقدر مشکلی ها، یایی که از تاشکند یایی که از مسکو از جا گرفتن، خیلی مشکلات به دست آوردن، خیلی دو کردن
رفتن برآمد کردن، خیلی خوب برآمد کردن. و با پهلوانانی که من خوش قدم یکم قوازمایش با پهلوان روس، سامبو در جهان از دولت روس پیشتر نیست، چون این یک نمودی ملی اون دولت حساب میشد و با گشتین ملی ما هم خیلی نزدیکی دارد. ولی که خیلی من دائم قید میکنم در طول همه قدر سال نوبروبری همی دوبار و همه گشتین سامبو سر کرده از پریزیدنت فدراسیا اومده تا دوباران قریب همش از دولت روسی است. به همین خاطر پهلوان روس اگر که خالی دوبلا و چوربلا حقی نزنه که همه به چشم نبینن، با این خیلی برابر خوازمایی کردن پهلوان دیگر دولت گرفتن خیلی مشکل است. تشکر زیاد. البته این موضوع است که ما اندکه فرصت داریم بعدی با این بسیار هم یک چی گویم که کاری داوران یک توجه میکنیم، چون که امروز محمود عبدالله با سخنان ما را تقویت میدهد در این روان، چون خود شاهدی همین واقعه بودن و در ردیف امون کارهای بیشتر و زیادتری خود داوران هم باز اضافه و در مجموع تأثیرات شما از مسابقات قهرمانی جهان. پیش از اون که البته باز هم کتیب جنرالی فدراسیون گوشتینی سمبای جمهوری تاجیکستان صحبت کنند، من باز مراجعه میکنم به بینندگان که ما را همراهی کنند، فعالتر باشند. 221-90-13 تلفن استودیو مرکزی است. سوال، درخواست یا یگان علاوه و اضافه راجع به هنر پهلوانان تاجیک داشته باشید، می توانید با کارشناسان و خود مهمانان ارجمند مؤلفان این جایزه های افتخاری البته صحبت داشته باشید. مرحمت. تشکر زیاد. چخیلی که استاد سلیمان رو قید کردن، البته برای ورزشگر، برای عنوان بلندی ورزشی نول شیدن باید که تمام شرایط ها باید مهیا باشد و همه ما میدونیم که مسابقات مذکور باید که در شهر اشخاباد برپا میگردید و در طبق هم نقشه فدراسیون بین المللی بسیار مسابقه ها موقوف گذاشته شدند و بیشترشون یعنی که به سال دیگر گذرانده شد. از این خاطر یگانه چمپیونات جهانی که امسال انتظار بودیم در شهر اشخاباد با دولت سربیانی که برگزار گردید، از سبب که ترکمنستان از این مسابقه دست کشید، با همون سبب هایی که چخیلی که در بالا قید کردیم، کووید 19 و مشکلی بیشتر برای ما این بود که یک چخیلی که استاد نقل کردن گرفتن روادی، یعنی که سفارت سربستان در مسکو بود، ما با یک مشکلات زیاد حجت رو روان کردیم و دیدیم که سفر به دولت سربی هم نتوانستیم که مستقیم از دوشنبه پرواز کنیم، همین هم با توسط مکتوب های وزارت کاری خارجی به سرحد ازبکستان یعنی که بچه ها سفر برکرده شدم. خوب دیدیم که امروز اگر من میگویم که همین ورزشگران ما گرچند اگر میتونید که در این قوازمویی یعنی که برنده میدال طلا گردن، همین فکر میکنم در همین شرایطی که آنها سفر داشتن با همون مشکلات زیاد، فکر میکنم که این موفقیت های بزرگ است برای هر یک ورزشگری که هر چور اینها در از دولت سربیا با وطن با سری بلند برگشتن و فکر میکنم که امروز ها باز یک ایدی کلانی بزرگ در تاجیکستان قید میگردد، ایدی پرچم جمهوری تاجیکستان. فکر میکنم که همین دستاورد ورزشگران ما یک تحفه ارزنده است، هم برای مربی ها، هم برای ورزشگران و هم برای مخلصان تاجیکستان. تشکر زیاد. سلامت باشید. ابتدا هم با صحبت ما از آن چهره های اصیلی که بایسی برپا کردن این صحبت امروز گردیده است، البته این سه تن تهمتن تاجیک بسیار هم یک نیرومندی خوب هم کردند و میخواستیم اکمالدین اندیشهشان را بیان سازند، تأثیرات شما از این مسابقات قهرمانی جهان، چون مردم علاقه علاقمندان گوشتین سمبو بهتر میدانند که شما بار چهارم هم به مرحله نهایی راه یافتید، اما یک مشکلی یک علتی که فراگیر است، البته این هم با خود مخلصی زکی علاقه ایان است. فکر شما؟ بله، تشکر. خیلی که استاد قاید کردن، ما با یک خیلی مشکلی زیاد به این چمپیونات جهان سفر کردیم، اما خوشبختانه که به همگان معلوم است که از پنجم تا
9 نوامبر سال جاری چمپیونات جهان در شهری نوی سادی دولت سربیا چمپیونات جهان برگزار گردید. من در این چمپیونات جهان با پهلوانان پرقوت جهان قوازمایی کردم که مردم طریق آینه نیلگون تماشا کردند. ما واخری اول با پهلوان فرانسه دست بالا شدم، بعدا با واخری دویوم با پهلوان از جمهوری ازبکستان غلبه به دست آوردم. در واخری نیم نهایی پهلوان از دولت اوکراین بود که من باز دست بالا شدم و در واخری فینالی با پهلوان روس قوازمایی کردم. در واخری فینالی با یک خال و یک آگاهی قوازمایی را باختم. در این چمپیونات جهان مراتبه هفتم سزاوری مدال های نقره و برنجی چمپیونات جهان گشتم. تشکر زیاد. البته باز هم در موردی که الان ما میبینیم همان مرحله نهایی رو پیش از اون، البته باز هم گفتگوها در این مورد خیلی زیادن، حالا امکان میدهیم که خوش قدم فکرش رو بیان سازد. تشکر زیاد. چمپیونات جهان امساله ما خیلی تیاری خوب دیده بودم و ما میخواستم که دوم بار قهرمان جهان شوم و از سببی که یعنی چمپیونات میگذرد میرد نمیرد، ما در نقشه ما فقط یک رفتن یک میرایی و نمیرایم خیلی بود و من ویسی خودم رو کمتر کنترل کردم که نتوانستم و با من کمتر مشکل تر افتاد و وقتی که قرعه‌کشی انجام کیوف، من حریف اولی من این از دولت روسیه بود که من با او خیلی قوازمای خوب هم کردم و من باوری داشتم که غالب میبرایم و کمتر نادولتی داران هم در اینجا میبینم که یعنی پرتوفتی مرا حساب نکردن و من با یک پرتوفتی حریف مغلوب شدم و با از یعنی ادامه با وخدی نهای برامدن محروم شدم و دور تسلو بخش توانستم با ورزشگری سربستان غالب آمده و با وخری برای جای سیوم ورزشگری قرقیزستان را مغلوب نموده سزاوری مدالی برنجی شده. بسیاری ها البته با اون نظرن که امروز هم ما از قیافه دو نفر هم قدم خسرو و هم اکمل دین که بسیار هم باعث تاسف و نگرانی های بیشتر بودن، ما امیدواری های زیادی داشتیم از این دو تن که البته در مرحله نهایی همون مطلب آخرین خود را عملی میسازن. اما فکر میکنم این باکی نیست، چون با اون وضعیت کنونی، چون با اون سفربری دسته منتخب اگر توجه کنیم بسیار هم یک کارنمایی شایسته را هم البته می توانیم باز در این لحظه یادآور شویم. و بعد سمی که امروز هم مهمانی برنامه ما هم، سمی هم در میان نورسان باری اول به این نتیجه شایان دست یافت و چی تاثیرات دارد؟ خوش آمدید به تلویزیونی ورزش. تشکر. اول سخنی خود را از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم ما علی رحمون سر میکنم. بعد اون در مثال برای ورزش و خیلی ما با ما کمک رسانید. البته زحمت های خود سروری معظم ملت بودن که امروز هم یک غمخوری البته در سمت تربیه کردن همین نورسان چهره های اصیل و وقتی که می توانید علاوه کنید یا تقویت سخنان شما رو تشکر. سلامت باشید. بسیار هیجان زیاد شما رو فراگیر است و براستی در میدان هم بسیار یک شهامت گوشین ملی رو ابتدا خواستید در دو دقیقه نشان دهید و بعدم هم چون عمل به حالت پرتری رفت، چون رقابت در حالت روز بودن هم اندکی برایت مشکلی آورد، اما در مجموع ما توجه بیشتر و زیادتر میکنیم که امروز هم واقعا این چهره ها به کمال میرسند و واقعا هم شرافت استقلالیت است و دستگیری های روزافزون سرور معظم ملت که ما به این نتیجه و به این کامیابی ها پیوسته نائل میگردیم. یک نفر در رابطه هستند، الان میتوانیم که باز با هم بشنویم. الو. الو. بله. الو. بله بله. سلام علیکم. و علیکم السلام.
من مهران قربان شورای ورزشی امید خوار از نوحیه واسه زنگ میزنم. تشکر زیاد. اولا به جهان پهلوان خوشقدم خسرو و اکمزدین کریموف و مهمان ما و شمای همباشد استاد سلیمانوف که امروز در مهمانی شما قرار دارند. تمنیت اینه که خود را با این جهان پهلوانان تاجیک میرسانم. من از نوحیه دوربه مهمانان شما را با هم تبریک تهنیه میگم که این اشتراک کردن این جهان پهلوانان تاجیک در این خیلی که وضعیت وزین است در تنتیستان یا چپن جهان اشتراک کردن این یک مزفریت است، نه تنها اکمل دین بلکه میبینید که از سال 1975 تا سال 2017 ما چپن جهان نداشتیم. تنها توانید خوش داده بیروز بعد یک سال دیده که جهان پهلوان اجید خوشکران خسرو چپن جهان شد. این افتخار است. ما میفهمیم که چونین استادان بزرگ داریم. مامشاری سلیمان است که چونی شدیدی ارزنده را برای وطن و ملت یعنی تربیه کرده است و باید هم افتخار میکنه از اکمل دین، از خوشقدم، از بهروز خوجه‌زاده. باری دیگر مهمان شما را به این تبریک میکنم که به این مظفریت من همچون یک شوره، همچون یک تماشاگر، همچون یک دوستدار ورزش تاجیک افتخار میکنم از این ورزشگر را. برو افتاده بنا باید شد زیرا این قدم اول باشد. یکی ما امید داریم که در آینده باز هم چمپیونای جهان زیادتر و خوبتر میگردد. تشکر. اگر سوال داشته باشد امکانیت دارید که مرحبا پیشنهاد کنید. سلامت باشید. سپاس گذاریم. و اینجا هم اسمس پیامک ها بسیار تر میشوند. یک نفر برادر هم نویستن که من به محمد شریف سلیمانوف برای تربیه این چهره ها تشکر میگویم. فکرش رو میخواهم در برای هنرنمایی اکمل دین در مرحله نهایی فهمم. چی حقیقتی واقعی داشتم اون زحمت های زیاده که اکمل دین کرد اما تأسف که آگاهی به تنبیه تبدیل یافت. تشکر. و از معذرت میخوام، از کارگردان هم خواهش میکنم که رقابت اکمل دین رو در مرحله نهایی حالا با ما منظور کنم. مرحبا. تشکر با این سوال دادگیتو. من چخیلی که من همگان در آینه نیلگون دیدن قوزمایی این یک اولین بار نیست که اکمل دین در قوزمایی نهایی هم خیلی ناکام میشد. این چندین دفعه چهارم است و یک چند دفعه با پهلوان گرجی و هم چند دفعه چمپیون جهان است. چهار دفعه با وای همون نوحقی داوران هستند و نه با پهلوان روس که در قوزمایی نهایی که گرفتی باید حتما و یا خال به دست بیاره. میتونن که خال های بعضی حرکتی هست که من وقتی که اکمل دین ایمیان بندی وای گرفت و وای توری سر قطی پرتفت این از پای وای داشت. از روی قانون و قاعده پراویل دوشتین سامبو وقتی که حرکت اجرا می شود تو ای پوی وای می گیری این یعنی کنتر می شود. با روسی کنتر میگن یعنی مقابلیت. با فکر علی شریف بله مقابلیت مقابلیت می شود. همینجا باید از نظر من چور خول می شود ولی او پهلوان با پشت غلطید و این از بولوش اگر که نگاه کنید خشنو نشون می دهد وقتی که میون با میون می گیرن هر دوشون. ولی در خصوص آگاهی که الان دادن بله. شما راضیت به همین یا محمود یادلو هم میتواند تقویت دید؟ محمود هم گفت زند خیلی و این از تکتیکای گوشتینگی رو بسگی است. یک بار اکمل دین براورد برای داوری که طرفداری روس است برای وی همه قد بسنده است. یک بار از گلین برامد من این نید من حالی دیگر حرکتی که ایمیون با میون میگیرن و ایسا ایسا به همون مرحله میرسیم. محمود یادلو چی نظر دارد؟ البته قوزمایی در این وخوری قریب که چخیلی استاد گفتم برابر است لیکن اینجا داور از طرف داور یک چیز به حساب گرفته می شود که چند حرکت از طرف همین ورزشگران گذرانده می شود و اینجا یک حرکتی بود که اکمل دین از میدان در همون وقت حرکت برآمد همون رو داور به نظر گرفت در قاعده هم همین خیلی است که اگر که بیاگم عمل اگر از میدان بروی در اون وقت از طرف داور یعنی که آگاهنده می شود چون که در این قوازمایی چخیلی که میبینیم قریب که صفر به صفر می رود و نمیتوند که این قوازمایی تا با آخر با همین حساب انجام می بود. برای همه
доварон бояд ки дар фикри он бошанд ки гӯштингири фаъолро муайян кунанд. Яъне ки дар ин ҷо бояд ки ба касе аз рӯи ҳаракатҳо ягон усул иҷро мекунад. акмалдин метавонед тарбияти сухани шумо як фикратонро баён кунед. یعنی شما بر قصدان از میدان دور نشید در جرای من فکر میکنم در جرایان همون عمل های دو جانبه این کار با وقوع پیوست جنده ما یک چیز ایلوه کنم بعد مردین گفتن سرمربی من حاضر من همی حرکت هم من حاضر من همی حرکت دیدی معمول وقتی که توری سر خطی پرتفتنی شد پهلوان روس اکمالدین از پشت گرفت امیجا میتونیست که داور طرفی او طرفش یا ندید یا اینکه امین کور کرونا امی حرکت با او نداد به امی خاطر سرمربی دسته منتخب دولت روسیه اوجا شتگی های من فقط یه حرکت پهلوان روس هم قدر کور کرد تمامینم هیچی نیست سرمربی دسته منتخب من چخیرگی دیدیسی در نور این همه حرکت های اکمالدین میفهمد اما حرکت هایی که پریومای امیون بند میکند و اما حرکت ها رو وظیفه دار میکند شوگر چه که دستی روز شناتی امیون بند ناتیش من همی حرکت ها من این یک بار پرتوف کردیم خال نشد به همین خاطر او پهلوان روس هم از جهت تاکتیکی همه حرکت های اکمالدین آشنا دیدگی مربیش فهموندگی برای همین این خیلی پهلوان پرتفتن خیلی مشکل میشه. نوایگری چی است که قبلا آگاهی میدادن اون به نظر گرفته نمیشد از در همین قوازمایی ها آگاهی اول نقش مهم می بازی میکنه در صورتی که صفر با صفر اگر انجام یابد همون آگاهی چی غلبه همون ورزشگر را تامین میکنند. قبلا اول تنبه اول بود که بله بله از اول این قبلا نبودم این در قایده این این دستی رو چه میگیرد نمیموند حرکت انا یک بار نیم بار وایم برو آمده است میتون انا میجا برورد خودش ببینه چه خیلی تاکتیش نی برورد اکمالدینه وای ای درون بود تو خرد اینا برورد برای دوری که مثال طرفداری باشه دمی بسنده است خوشقدم بود خود در هیجان است پگو گوشین نگیرد توصیه دهد چکار کند چی مسئله ای که در اینجا همون امون حیات مکمل با جای مربی این نبودن مربی این هم یک پرابلم خیلی مشکل هم داور و هم مربی اینجا رول اساسی رو بازی میکنند و با همه همین نگاه نکرده ما البته از دکتر و از روانشناس دیگر حرفی نمیزنیم توجه میکنیم به ادامه مسابقات بله در اونجا اینقدر برای جای خوب گرفتن و اکریدیتاسیه کردن و پولی وزنوش سپوردن همش باید مربی دوده کند ورزشگر هر همه کار کردن نمیتوند به همین هم شکر که اینقدر از مهنت و وای کشیدگیشون جو گرفتن همین هم با تنبیه اول شما روزیه حالتی که بود با تنبیه من روزی نیستم وای چند حرکت های با این هم حرکت های میتونیستن که روس هم ببین دست یک دستی روسی و یک قپی دست این وای تکت که ویدینی گوشتینی وای منه ببینید اینجا من میگم که فقط داور رول بازی میده چون گوشتینی نو چه خیلی که من محمود قید کرد برابر است این همیون بندش میگیره و خشمه پرتواد با پوش که حرکت اجرا نشود اینجا فقط داور غالبت به دست میورد در همین اسنا امکان پذیر بود که آگاهی دیم با پهلوان روس میتونستم یا آگاهی دیم که وای اگر چرا معاین نمیکرد معاین نمی چون که با اکمالدین دو آگاهی بود برای که یک خل با ورزشگر روس بود در این لو اقل با همون جریان رقابت اگر نظر کنیم باید میشد اکمالدین ولی چه خیلی که استادو قایل کردن من همه مردم طریق تلویزیون آینه نیلگون تماشا کردن داورا رو خیلی ورزش است هم خلق آزمایی کردیم سزاوار جای دویم شده تاسف بسیار هم البته بسیار مردم هم اون مخلصانی بیشتره که بسیار پزمان بودن که همین نقطه نهایی اکمالدین است البته به مطلب میرسد و هدف خود رو که بیشتر دقیقه آخرون وقت تموم شد آگاهی داد روسا دیدید وقت تموم شد آگاهی داد و هیچی رو بازی نمیگنه چون که این روش تنبیه یکم اگریف یک خال خطیب باید داد او رو به هر حال تسکیل دینی دلی مخلصان بله 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 همو شو از همه گوشه و کناری تویکستان و تا حتی از روسیه اوجا زنگ زدن که
من هم خیلی باز نشد جای دیوم جو همه افسوس که خوردن. تشکر و دوستان عزیز، باز هم صحبت ما ادامه می آمد با جایزه دارانی مسابقات قهرمانی جهان، با سابق سرمربی منتخب سامبوی جمهوری تاجیکستان، استادی خیلی صاحب تجربه در سامبو که سالیان طولانی هم یک رسالت خیلی بزرگ سرمربیگی را هم به دوش داشتند، محمد شریف سلیمان، و کاتب ژنرالی فدراسیون سامبوی جمهوری تاجیکستان محمود عبدالله هم شرکت دارند. و در مورد البته نیروسنجی اکمل الدین در مرحله نهایی ما البته حرف زدیم، باز هم بینندگان می توانند که سخنان خود رو هم اینجا بیان داشته باشند یا باز هم در تقویت گفته های کارشناسان اگر سوالی داشته باشند می توانند با تلفن 221-9013 با ما مستقیما در رابطه باشند. به هر نوع اکمل الدین اینجا هم یک نفر نویسند، جانبی که لایق زاده بیان کردن که نیروسنجی اکمل در فینال کاملا دیگر است. سه عنصر می تواند باعث آن همان علت یا مشکلی زیادی اکمل الدین گردد: یکی روانشناس، دیگر مربی، سومین همین باز جانی بگ اشاره کرد، همین پهلوان خود را به طرزی ضروری در فینال آماده نمی کند. چی گفتنی دارید به همین اشاره؟ کدامش اساسناک است؟ روانشناس، نبودن مربی و باز عموما آمادگی شما در مرحله نهایی اندکه دیگرتر است یا دلپوری بیشتر است؟ به همین منظور گفته برادر همین است، یا دلپوری زیادتر است یا فارغ بالی اندکه که در مرحله نهایی قوازمایی شما اونقدر چسبیش خوب نمیگیرند نسبت به دیگر دورهایی که شما انجام میدید؟ بله، این در واخری فینالی همین خیل است، مسئولیتش دیگر است، البته مسئولیتش دیگر است، به مربی به چه خیلی که قلد کردن همون گفته های این برادر درست است. اکمل الدین که ببینید که اکمل الدین انا و خوشقدم همین دست عضو دسته یک کچین جمهوری تاجیکستان نسبت دیگر دسته ها مثلا میگیم که از جهت آمادگی خیلی سوس بودن، چون که مثلا اگر فدراسیون دسته فدراسیون رسی ببینیم مرتبه چهارم است که آنها در مشقای دسته جمعی آنها الکی تئوری میبینن. از ما بوری هم اگون بور مثلا در این مورد اگون بور اگون دسته جمعی مشقو گذرونده نشد، ما چخیل میدونیم اکمل الدین تای من هم یک سال دو سال میشه تحت مربی عبدالرحمن عبدالله مشق میکنند و هر یک همون بگیم که صفات های جسمانی و تکنیکی تکنیکی تمام همین آمادگی و روحانیش هم در همون تالار بود و از همون تالار روز به همین مسابقه به همین چمپیونات سفر بر شد، یعنی که با همون چکلی که بودیم در مشکل تو باز همون دوده و دیگر مشکلات های دیگر. و این خوش قدم هم همین خیل سامی جون عبدالشکور بوری اول است در همین مسابقات شرکت میورزد، البته نورس هست و ما دیدیم که تا 20 ثانیه انجام یافتن مسابقات یعنی که با حساب 1-0 دست بالا بود، ولی در ثانیه های اخیر از حریفش مثال غلط 4 خال و اینم از روی نبودن همون تجربه هست بود، با نبودن تجربه با در همون جای شروع نکردی مربی و همه تاثیر میرسونه برای ورزشگاه. بله، یک نفر در رابطه اند. الو، 221-9013 تلفن استودیوی مرکزی فکر. الو، السلام علیکم. اندکی و علیکم السلام. بردیو سهراب هستم از ناحیه بلنکوی مومن آباد کشلاق بوستان. تشکر زیاد، مرحبا برادر عزیز. اولا در همه مهمونایی که در این برنامه شما شرکت ورزش شدن صدایتون عموما نفهمو است و ما یک معروف ترتیبی کاری درست این سند رو باید درستر فهمد عبدالله زاده. تاسف تماما صدا نفهمو است.
و امروز هم میبینیم که در روند همون آمادگی ها پهلوانان ما باز هم یک مسئولیت قوی و جدی رو هم بیشتر به دوش دارن و امروز هم درباره مربیتان، درباره تمرین هایی که شما انجام میدهید و بینندگان ما اندکی معلومات دهید و بسیار شماره آخری تلفنش 81-53 که من این برادر رو براسی نو میبینم در افیر یا دومان در میدان چند نفر سوال کردن در باره خود اندکی معلومات میدادید؟ من طولی در طولی سال اولین بار به این مسابقه را شرکت کردم برای همین تجربه اتون کمتر است؟ تجربه هم کمتر است هیجانتون هم در سخنوری زیادتر کمتر و مربیتون کی است؟ تحت روبری که تمرین؟ مربیم حکمت و خورشید می باشد تحت روبری اون مشکو تمرین میکنم سلامت باشید تشکر زیاد بعد خواجه‌زاده بهروز البته از ناحیه ورزوب هم پهلوانان نورست باز هم به میدان می آیند و این هم زاده ناحیه ورزوب است علکی در مسابقات قهرمانی جهان میان نورستان هم برنده مدال برنجی شد و اطمینان داریم که البته این پیرههای خوشقدم خسرو و باز هم خواجه‌زاده بهروز رو شما با موفقانه ادامه می دهید و برمیگردیم به رقابت برادری ارجمند خوشقدمی که امروز مهمان برنامه مستقیم ارتباطم خوشقدم ابتدا ما فهمیم که امیدواری های شما از همون رقابت اول در مقاومت با پهلوان روسیه چگونه بود من بیشتر میخواستم ابتدا که اولا فکر شما رو فهمم اولا وقتی که من یعنی خوراکشی رو دیدم که با ورزشگری روسم من خیلی یعنی تیوری چی نستروی که خوب کردم خودم رو و از بس که من پارتنر سپرنیک نداشتم که گرم شوم با برآمدم حریفی نداشتم که من گرم شوم برای برآمدم با ورزشگری روس قوازمایی نمودن و یعنی سخت که اول قوازمایی اول که با ورزشگری روس کی بود یعنی خیلی دشوار گذشت و من فکر میکنم که من یک پرتوف کردم اگر که معلم امو را بگه که امو بالای به اینوبت بگه دو بال امونجا به فکر من بود کارگردان اگر حالا در پای جستجو است رقابت پهلوان تاجیکستان خوشقدم خسرو را با نماینده روسیه پیدا میکنن البته ما در این باره باز بر میگردیم حالا فکر معلم را فهمیم فکر من همین است که خیلی خودش قید کرد پیش از برآمدن سبقت قوازمایی باید 5-10 منوط بدن گرم کنی تیار شوی برای قوازمایی کنی من خیلی که خودش قید کرد که من بدنم خنک برآمدم تا گرم شدم وایشتم که همه خیلی بعد با پهلوان روس من اینا رو دائم میگم که با پهلوانان روس باید از اولی ثانیه اول قوازمایی کردن حرکت تکنیکی دارید تکتیکی دارید همش به کار برید که چون که وایو را دستگیری بسیارتر میکنن چون که روسیه این از روسیه به همین خاطر باید حرکت میکرد یکون حرکتایی که این تکنیک حرکتایی که در تکنیکی خودش داشت وایوش نکرد یک پرتوفتی طوری سرقتی من حاضر من چه خیلی که حاضر نشون میتین اما را چند بار تکرار کرد یک بار تکرار کردی که نشدم و باید دیگر نمیکرد چون که برعکس و این حرکتی که این خول گرفتن نتونیست این و این پرتوفت صاحب دو خول شد او من بله بگو همین با هر ورزشگر همین قرا پرتوی بسیار نقش مهمی بازد بله. البته وقتی که یک ورزشگر اگر میونه اگر در قوازمایی اول اگر با پهلوانان ما مثال گوشتین گیرن در اول برای وای مثال بگیم که یک قوازمایی یعنی که کشوده می شود یعنی که آزاد می شود کمتر بدن خود بیشتر گرم می شود برای هوای یک بار از پهلوانی زورتر وقتی که در قوازمایی اول می بروید اونها هم تجربه کنون دارن اونها تیاریشون از ما با جدیدتر و پرقوارتر هم برای هوای قوازمایی یکون خیلی مشکل است برای دست بالا شدن حریف چون که اونها تئوری خوب دیدن و هر یک ورزشگری که مثال اکملی دین و خوشقدم رو در میدان های جهانی و آسیایی
بارها دیدن شناختن اومختن برای قوازمایی هر یک پهلوانان ما و یکی از بایی هم مثل مشکلی ایجاد می شود. بعد یک چیز دیگر محمود که دولت های مثل روسیه و دیگر دولت هایی که پیشرفته دنیا همه چمپیونات های جهان مسابقه های کلانترین به نوار می گیرند. مربی ها، سر مربی ها به نوار می گیرند وقتی که قوازمایی های اکمل و منخش قدم ورزشگار های بهترین در نزی دسته منتخب کچون نشان می دهند که من خش قدم خسروف از تویستو من همی خیلی حرکت ها دارم، من همی حرکتش من همی خیلی هست و خیلی هست تکتیک گوشتی و می آموزند. در ما اینکه خیلی کرون است اکمل دینه این هفت باره که چمپیونت میر همه اما حریفاش میفهمن که چه حرکت داره، بعد همون مربیان شو میتین که مقابل حرکت ها اینو و یا تیاره میبینن اما مقابلت حرکت اینو رو نشون میتین که امون پرتوفشون برار نگیرد. مجموعی عمل ها باید در اینجا بیشتر بله، باشن بله، که بله، بله. حریف هم اگر مثال باید اکمالدین هم طرفی چپ کار کردن تونه هم طرفی راست، این طرفی روس که کار میگیرن اما دستی روس هم میگیرن دیگه کار کردنش نمیبونن. بیا توجه میکنیم اکنون، بیا توجه میکنیم با انا همین بله. فرصت با نیروسنجی پهلوان توجیک با نماینده روسیه باید هر دو این دو پهلوان هم اکمالدین هم خشقدم اینا حریفایی که اولین بار باید با امینه بخوردن بوری اول بله. بوری اول نیکی من امین میگم که پهلوان روس اگرچه جای اول هم نگرفته باشد در روسیه که رقم یک و دو و سه و چهار و پنج روس همش شخیل گوشتی میگیرد همش در یک وزن چهار پنج وزن یعنی محمود چون که ویا با یک حرکت های با یک فعال و با یک چیزی غلبه میکنن یک آگاهی یک خالی نو چیزی ای خیلی بگویم که دویم نمر و سیم نمر ویاش سستنی نیست چور سه چور پهلوان در یک وزن روسیه همش برابر قوه ان قریب انا من نظر دارم من انا میجا امیجا گفتگی من حرکتی که کرد ای پو گرفته بود وای چریز گل و کرد امیجا امیجا اگر میگم کو اگر دستگیری کند مربی میتوند که امیجا خولتی اد محمود عبدل چی میگه من امیجا رئیس کمیته دورون اوسیو میتونست که یک خول با کی خشقنام کارگردان خواهش مندیم بار دیگر اندکی به همین سم بله بیا توجه میکنیم از راست حالت راست بودن نه وای کمتر گذشت وای گذشت حالا فرصت هست آزی آیسته آیسته به همون نقطه ضروری میرسیم بودی قد باشید من شنون با وایش باید همیشه میدون یا نه فکری محمود عبدالله فکر میکنم همینجا باید یک خل با پالا لاقل یک امتیاز بله و در ادامه مبارزه باز هم این اندکه تسکین شد که شما لکای دلپور شدید کمی برای دریافت امتیاز اما چگونه بود همون حالتی واقعی را شما بیان کنید مرمان. نه برای ایجا برای من خل ندادن یکان خل ندادن فهمیدم و بعد این پرتوفت که شما انجام دادید علاوه که اندک دلپوری شد که شما انا یک بال یا دو بال دادن اینجا بین یک خول و دو خول کمتر وای است تفاوت بحث است میتوند که یک خول تیاد چون که پره یک طرفه که میبود دو خول بود یک کتیفش رسید و گشت به شکم زد اینجا میتوند که یک خول تیاد یکی دو خول دادن میگم که خیلی قوازمایی که به دولت روسیه که یک پرتوفتی همین سامی جون عبدالشکر فهم همین خیلی باعث بحث است وقتی که ما قریب یک 20 دوار همین سوال دادیم و همین نوار نشان دادیم اونها هم 50 در 50 یکی میگد خول است یکی دیگری میگد در اینجا حرکت با این نوبت گفته نمیشد و ببینید که فکر چه خیلی است که دواران درجه بین المللی هستند تشکر زیاد و اکنون وقت اویسا اویسا پشت سر می شود یعنی به همون نقطه نهایی می رسد ببینید که نصف وقت هم سپری گردید مطلب امروز هم ما برای دریافت همون امکانات های خوبی پرتری در این سمت شما چگونه خود را می خواستید نشان دهید با ورزشگری
یعنی ورزشگران روس مو در پارتی کوری سهلودین مالی مدرجانی اول فیکساسی شد ایسابش نکرد طرفی سر میگشتید و میقپیدی با تخت پوش میقپیدی میشد خور میگید با جوی که اول شد مالی پوش گردی گشتی و طرف یک سمت اختیار کرد بعد باید طرفی سر میگشت یک چیز باید گفتنم که همین ورزشگران روس در پارتی خیلی تجربه زیاد دارن و بسیار حرکتشون نسبت به پهلوانان بو فعالترن اونها و یا در اصول لردی در همین حالت پارتری خیلی برتری دارن نسبت به ورزشگران و ببینید که همه در استودیوم کامرونشو اشتراک ندارن کامرونشو استوپریون هم یک قوازمای دیوم با همون پهلوان روسیه بود سرگریا بود چمپیون جهان حالا فرصت داریم که این لحظه رو هم منظور کنیم والا در خصوصی همین وقتی باقی مونده در همین لحظه که بیاد با یو برگردیم به کامرون شو اکنون بخش خدم خسرف گفتیم که همون نرسیدن یک علت یک مشکلی که بود این هم در حالت نگاه داشتن یک فاصله رو پشتی سر کرد دیگر سمت رو اختیار کرد الکی این نقطه من قید کردنی هستم که مرمان وقتی که ورزشگران روس به چمپیونات جهان سه تا مشق دسته جمعونه گذرانده بودن من وقتی که با سرمربی دسته منتخب روسیه هم صحبت شدیم و یا پیش از چمپیونات جهان سه مشق دسته جمعونه گذاشته بودن اما یگان مشق دسته جمعونه نگذاشته بودیم یگان تئوری عنیقمون نداشتیم که با ورزشگران روس یعنی دست بالا گردیم اینش هم به فکر من فکر میکنم تاثیر میرسونه برای ورزشگر تشکر زیاد سلامت باشید البته امروز هم ما برای باز هم روشن‌تر واضح‌تر بیان کردن همون لحظه های نیروسنجی هم اینجا جمع آمدیم و باز هم نظر کارشناسان رو اینجا ایلاوه دارید در رقابت خوشقدم؟ نه در رقابت خوشقدم حاضر چی ایلاوه کنیم که وقت گذشت قوازمایی رو باخت برای همین در اون وقت باید این فکر میکردم من باوری داشتم که اون پهلوان استاد همین بله. قدم از گپ بله. اکنده را گفت که علت اساسیش بله بله مثال تئوری جدی یعنی که اون ملکه و مهارت و بعد اون بله. مشقای جسمانی که لازم بود اونها را آنها در وقتش مثال امکانات نبود و آنها چخیلی گفتیم بله بله از همون تالار راست به هم چمپیونات جهان رفتن البته باز هم اگر با اعضای جامعه نظر افکنیم باز می توانیم اینجا هم یک مشکلی دیگری فراگیری جامعه امروز که همون کووید 19 هم با جمع آمدن دسته منتخبی سمبوی تاجیکستان هم باز خلل وارد کرد و در رفع مسابقات چون دیدیم که البته باز هم از این هم جدی تر باید عمل کرد ما با فدراسیون بین المللی حتی مراجعه کردیم اونها حتی به ما گفتن که صد فوی در این مسابقه شاید که برگزار نگردد حتی ما رو دلپور نکردن که همین مسابقه شاید که بس سال دیگه گذرانده شود تو همین حالت ها بود که گفتن که در اروپا هم شاید که همین کسلی شمارش بیشتر است شاید که همون دولت از این مسابقه دست کشد تشکر زیاد یک نفر در رابطه هستند بسیار از بینندگان خواهش میکنیم که بسیار موضوع روزمره است این اودیتوری خیلی وسیع دارد ما از گوشین سمبا جودو ملی حالا با هم اشنویم. الو. سلام علیکم. الو. سلام علیکم. الو. من یک مخلص اسدی اکمالدین کریموف حلیم حسین اختر دوشنبه می باشم. همین سوال من با اکمالدین کریموف این است که برای چهارم است که در چمپیونات جهان تو جوی دیگه بود آینده ایدامه. خودم می خواهیم که بحث نکنم. در خصوص هنرنمایی کامرونشو و استوپریون در مرحله بعدی چون با پهلوان فدراسیون روسیه رقابت کردین هم بسیار یک با سرگی ریابوف که این هم در رده بندی بهترین های سیاره در وزن 90 کیلو البته مقام اول را اشغال میکند دو بار چمپیون جهان این بار سوم شد که چمپیون جهان اینه که من باوری داشتم که کامرونشو غلبه میکند ولی ممکن هم یک دست چپش های روستش هم ویم کم کم لدخوردگی بود لیکن او پهلوان ریابوف هست بله اورینج روست کامرونشو اورینج روستش کم تر لدخوردگی
و دو مراتبه هم معذرت، دو مراتبه کامرانشاه در مقابل در مسابقات خرلمپیوف همین ورزشگر را شکست داده بود. بله، ولی گوشتین هست، این یک دفعه یک از غلبه میکنند، یک دفعه دیگر یک است، لیکن باید از این پهلوان باید کامرانشاه غلبه میکرد. لیکن خیلی ببینید که من دو خول بفکرم، دو خول گرفت. حالا نه، حالا نه، این دقیقه اول نیروسنجی است. بله. و شما می توانید محمود عبدالله در خصوصی باز هم رقابت پهلوان تاجیک در دقیقه های اول حریفی کامرانشاه یکی از پهلوان پرقوت‌ترین است، چخلی که گفتیم که دوکرات قهرمان جهان، قهرمان اروپا، قهرمان جام جهان است و بازی های اروپای مینسک. بله، بسیار عنوان های بلند دارد. البته در مکتب سامبو 70 شهر مسکو مشق میکند. در این خوزمایی دیده سلیم حالا پهلوان روسیه گوشتی نگریفند که اما اینجا آگاهی با اینجا حرکتی که حس کرده میشود پهلوان روسیه سرگی ریابوف برای پرتوفت یه حرکت دو حرکت کرد برای همین آن ببین در اینجا هم باز فاولتر شده سده است. آنها همین فرصت را چگونه میتوانیم بیان کنیم؟ یکان اشتباه هم نیست، اما حرکت های کامرانشاه اندکی افضلی دارد. افضلی دارد، بله. در دقیقه دویم. اما بسیار هم یک حالت اندکی نگران کننده. خیر، اکنون چی باید کرد؟ یک لحظه که حالا آنها همین فرصت بعدی اندکی با وقوع میپیوندد. چی توصیه میدادید؟ کامرانشاه بیشتر حالت راست بودن را اختیار میکرد یا؟ نه، برای کامرانشاه روز در روز گوشتین گرفتن در کار، چون که خیلی که ما قید کردیم با پهلوانان روز در زمین کار کردن خیلی مشکل تر است. من ببینید یک بود اینجا دقیق دو خول پرتافت اینجا دو خول به دست آورد. اینم از جهت تاکتیکی و تکنیکی و اینقدر سال میگم که دو ببینید چمپیون جهان و حرکتش هم حرکت تکنیکی هم قوای جسمانیش هم البته بقوت است. انا اینجا در وقتای مین بعد پهلوان روسیه سرگی ریابوف حالتی همو گوشین تاکتیکی رو پیشه میگیرد فقط بله دیگه دیگر فقط حمایه و گوشین میگیرد از زمان چه خیلی که زخوت میگیم در روسی همون بینید که کامرانشاه رو کامرانشاه امکانات نمیدید که یک حالت درست رو استفاده برد یا که یک اصول رو استفاده برد. بله بعد این هم از حرکت های همون تاکتیکی میگیم در همین جا اگر وقت بود همین فرصت بود که دوبار آگاهی تیاد همین دازه نه برای چی که او با حرکت با تا حالت پارتی رفت. بله و مثلا حالت که اجرا میکنه با هم اصول در پارتر و اگر حرکتی فریبونه کند و در چشم دوران معلومه در چشم ورزگران این حرکتی تکنیکی کرد. اینجا میتونن که من آنها می حالات رو دخ پس در زمین خواب گرفته و حرکت میتونن که آگاهی تیانوزه یا بفر لیکن ببین قپیده سیست رو در زمین خیل عمل نیست قپیده که وقت گذارد وقت اینجا دوار دستگیری میکنه. در حقیقت هم بسیار هیجان یک حالت های خیلی مشکل تر هم بود. از سنت الله مرزایف کارگردان برنامه خواهش میکنیم که به ادامه قوزمایی ما توجه کنند که در همون وقتی باقی مانده کامرانشاه چون بیشتر مبارزه برد میخواست که با یک مسئولیت جدی در ادامه رقابت اکنون چون به بعد این اندکه دو دقیقه چون پشت سر شد ابتدایش ضرورت ندارد فکر میکنم و بعد این همون دو امتیازی که کامرانشاه از دست داد به هجوم گذشت فعالی خود را بیشتر و زیادتر نشان داد اما بختش آمد نکرد. من این حرکت تکنیکی که من ریابوف کرده است وقت گذرانده است با دو خول من جهت تکتیکی قطعی من دقیقه آخرین بله دقیقه آخرون است من چند ثانیه مونده است من همین خیلی حرکت ها میکند که وقت گذرد نشان تیاد خشه که من وای کرده استم گوشتین گرفته استم من اینجا
باز در میان داوران به میان نامد در همین رقابت در این رسنجی یعنی ریاب و کمرون شد. نه اینجا یکم جای بحث و مناظره هم نبود. یکم جا اعتراض های خود مربیان ما هم اینجا البته اعتراض بود نه صرف نه اعتراض بود نه مربی نه اعتراض بود و قوازمایی هر دو پهلوان درست باگذاری کرده شد. یک نفر در رابطه هستم بیان در مورد همین لحظه بحث برانگیز شاید به عنوان اشتراک منتخب ما در مسابقات قهرمانی جهان. الو الو سلام علیکم. و علیکم السلام. سلام علیکم. و علیکم السلام. من حمزه از نوحیه خوالین زنگ میزنم. سلامت باشید. مرحبا. خب سوال به اکمالدین دارم. من مخلص اشعری اکمالدین میباشم و اکمالدین یک سوال دارم. مرحبا. خب سوال همین که وقتی که اکمالدین غلبه میکند بردباری ها نصیبش هست مو خوشحال میشویم و وقتی که اکمالدین مغلوب میشود ما گریه میکنیم در پشت اکران. همین چگونه ما رو احساس میکنه؟ باید که اکمالدین زهر رفتار کنه، باید چگونه زهر مسابقه کنه که ما مردمی تاجیک مردمی خوالین همه از او هستیم خود را تنهایش نکنند. تشکر زیاد. اکمالدین با این هیجان های شما میتواند پاسخ بگوید. مرحبا. تشکر. بسیاری مخلص ها در طریق تلفنی به من زنگ میزنند که در واخری فینالی مثلا شما واخری را باختید ما بارها گریه کردیم. خیلی این ورزش است. من کوشش میکنم که باز تمرین خود را دوچند کنم که در آینده باز در چمپیونات جهان خدا خواهد مدال طلای چمپیونات جهان را به دست بیارم و همه مخلصان خود را در برای همه مخلصان من خوشحال شوند و خرسندی کنند. تشکر زیاد. باز نفر دیگر البته الهام گرفتند در رابطه هستند با هم میشنویم. بله الو. الو. بله. سلام علیکم. و علیکم السلام. بلندتر گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام. ما ساکن شهر دوشنبه سال من در اکای اکمالی باری چورم هستی در این چمپیونات جهان تظاهرات جای دویوم میکرد و در آینده ورزش رو نیت دارد ادامه دادن یا خاتمه میبخشد. تشکر زیاد. اگر شما شنیده باشید نه اکمالدین به همین سوال پاسخ گفت. به خاطر احترام مخلص مرحمت. ولی ما باز به خاطر مخلصان به خاطر مربیان ما به همگان معلوم است که طول 17 سال تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف تمرین کردم. من حالا باز طول یک سال زیادتر می شود که تحت رهبری استاد عبدالایف عبدالرحمن تمرین کرده استادم و ما استادان با ما توصیه میدن که مثلا باز تیاری خود را جدی بین که در آینده ما باز خدا خواهد کوشش میکنیم که عنوان قهرمانی جهان را به دست بیاریم. باز همین مخلصان ما خوشبخت شوند. تشکر زیاد. محمد الله یاری بیگ هم نویسند یک سوال مطرح کردن باز هم اشاره به اکمالدین که ما میدونیسیم که اگر شما عنوان قهرمانی را به دست میاوردید علاقه گوشتین رو انجام میدادید، خوب است که شما این روح رو خوب بیشتر تای میکنید. سبب همون موفق نشدن اتران داد چی میبینید؟ من نمیدونم چی گویم به مخلصان. این ورزش از به برد و باخت نمیشود. به همه معلوم است که من 4 دفعه در آخری فینالی رو یافتم و 3 دفعه دیگر سزاوار جای سیم شدم. خیلی این ورزش هست. گاه برد میکنی گاه باخ. سلامت داشت. اضافه کرده است زود نویستم که اگر شما در همین عنوان قهرمانی رو به دست می آوردید با گوشتین سمب و خاتمه می دادید یا نه؟ محمدلو یاری بیگ باز هم اضافه کردم. بله نقشه های من همین بود که اگر من در این چمپیونات جهان سزاوار مدال طلا می گشتم من گوشتین رو خاتمه می دادم. اما این روح اما ادامه دارد. سزاوار جای دیوم مقصد باز کوشش میکنیم خدا خواهد که
خیلی قهرمانی جهان شدیم. سلامت باشید. بسامه بسیار نفر کم سخن است، شرمگین است. ما موفقیت آرزومندیم. چند سال از تمرین میکند و دستاوردهای همون ایام نورسیش رو با ما میگفت بهتر میشد. فتح‌الله رحمت الله شهری مدرد ناحیه رودکی سوال کردن. طولی 3 سال است که با همراه استاد مشق و تمرین کرده ایستادم. 2 سال در تاجیکستان جای اول را گرفتم و به مسابقه جهانی که در شهر در جمهوری سربستان گذشت در آنجا شرکت کردم، جای سوم را گرفتم. در آینده میخواهم که باز مشق و تمرین را سخت‌تر کرده در مسابقه ها اشتراک کرده جای اول را سازوار گردم. تشکر زیاد. خوش قدم خسرو هم البته این روح را ادامه میدهد با استثنای یک عنوان چمپیون جهان یا قهرمان جهان شدنش را در سامبو، اما باز مرحله های دیگر فکر میکنم شما را هم در پیش است. ولی درست، من میخواهم که یک بار دیگر قهرمان جهان شوم در رشته همین گوشتین سامبو و تا وقتی که اگر دیدم که قوت و توانایی هست کوشش میکنم که پرچم وطن عزیزم را بلند بردارم. یک مخلص دیگر باسم از شهر دوشنبه بیان کردند، چرا داوران ما در چمپیونات جهان حکمی نمیکنند؟ سوال با محمود عبدالله. البته داوران در چمپیونات جهان و چمپیونات آسیا با دعوتنامه فدراسیون بین‌المللی یعنی که اجازه داده میشود داوری کردن و قبلا داوران میتوانستند که آزادانه رفته داوری کنند، امتحان سپارند. در عین حال تا قریب 10 سال زیادتر بیشتر میشود که طبق همون دستوری فدراسیون بین‌المللی داوران در هر یک چمپیونات جهان آسیا یعنی تقسیمات میشوند به حیث در کانون وظیفه و طبق همون فدراسیون بین‌المللی داوران دعوت کرده میشوند. یعنی که باید که در روی خط همون داوران بین‌المللی جهانی اگر شامل شوید پیش از همه باید که امتحان ها هست، مرحله های هست که باید که گذشت کنی، یعنی که در سیمینار های داوری اشتراک کنی. معذرت، نامزد ها از تاجیکستان نیستن در این مرحله؟ قبلا داوران بین‌المللی داشتیم، خودی استاد هم داوری میکردن و دیگر داوران بودن. تا چند سال است که آنها در این مسابقات شرکت نمیوردن و امیدواری از آن مربیان جوان داورانی که الان در تاجیکستان فعالیت میکنند هست برای آینده که ما این کار در ما بسیار داورانی که تجربه خود دارن هستن، حتی مربی ها. ما ببینید که در یک حیات دسته روسیه یا که جمهوری همسایه ازبکستان قریب 15 نفر مربی یعنی سفر بر کرده شد. ببینید که داوران هم همین خیلی 4-5 نفر و بسیار کشور ها هستن. باید در این چمپیونات جهان هر برابر پهلوانان همون قدر داور اشتراک میکنن، داور و همون قدر داوران، اگر که کمتر هم باشد دیگه شماره مربی ها باید که باشن. حتی غیر از اون که مربی های دسته یک کچین در اونجا شرکت میورزن، با مربی خود هم ورزشگر نیست در همون مسابقات، یعنی که برای مساعدت کردن هم ورزشگری خود یعنی که اشتراک میکند، کمک میکند. در اونجا مثال بود بعضی کمدی ها میشد که در اونجا با شاگردش توصیه میدهد، برای همین قابل قبول است که بیشتر چه قدر که مربی بیشتر باشه همه قدر خوبتر است. تشکر زیاد. این کار البته باز کمیته های مربوط به ساحه در این روند هم فدراسیون گوشین سامبو جمهوری تاجیکستان هم جانوگ نماید که نمایندگی تاجیکستان در چون که امروز یک عاملی چه خیلی که شما گفتید که برای چمپیون شدن و برای یک قوه آزمایی را باختن، ببینید که بیز مربی یک سرچشمه دیگر کمبودی ها موفق این ورزشگران، من همین هم تاثیر کلان میرسم، حضور هم داوران هم مربی، خودی ورزشگر هم نقش گوشتین میگیرد هم نقش مربی گیرش رو میکند هم نماینده را، برای همین این از امکان بیرون است. بله. بعد یک چیزی که من قید کنم که وقتی که خوش قدم یا اینکه اکمال یا اینکه کدوم از اینا قوزمایی میکند در برج گلیم ورزشگر یکمش که حق ندارشتن،
نماینده باید مخصوص نماینده یا اینکه مربی باشد همون و هم گشتین هم من کردن هم حق ندارد در صورت نبودن بله. مربی میتونه که سردار کماند دسته بله. از اون ورزشگر انتخاب میشود بله نه گشتین هم من کردن نمایندگی نباشد اوجا بله. مثال یک نوحقی میشه در بین دوران نوحقی نسبت ورزشگر تویستون اینا حق ندارن گشتین هم من کنن و رفته یعنی بحث کنن در گوشتین ترز یوزاد اون چور کنجا یکی از با مرکز بله. میپرتوید باید گوشتین آزاد این خیلی در گوشتین سمبو میتوند که ایشورا من کنن بله. نماینده تویستون میرود بعد پیش سردوار یا اینکه روبر گلیم میفهمن بعد همون کامیر قفا میگردونن نگاه میدن که حرکت هست یا نیست همون پرتافت برای این خیلی همه خیلی صاحبی کردن در کار اینها بله 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 اینها رو باید که بله البته بله. حرکت هایشان رو نظر هایشان رو نگاه هایشان رو البته سری همون ورزشگر رو سیله بله کردن بله توصیه بله دادن بله اونا بله روح بلندی کردن هویتی و تنداری رو در بله بله نهادش بله بیدار بله کردن انا همین رسالت ها در سمت بله مظفریت بله با آنها قوا و نیروی قوی میدهد بله این هم یک عامل دیگر یک روندی خیلی و خیلی مهم است برای ورزشگر که قامتش راست باشد احساساتش پیش بله چون اشاره سرور معظم ملت پرزیدنت بله جمهوری بله تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هم بسیار عین مدعا است که ما اینجا این نکته را درج کنیم بله که بله در پشت شما البته اینجا چند بار قید کرده بود که گفت بله هم دست پشت شما من و ده میلیون اهالی دست پشت شما حس کنید که تنها نیستید ولی این حس میگنند ورزشگر است تمام ورزشگری تمام دولت حسی ملی خود دارد از اون جمله ما لیکن اوجا دستگیری مربی و دستگیری نماینده و دستگیری دختر و اینو باز در نزدیکی کمک خودشو ندارن برای این همه کس میفرش که چمپیون شوم و من غالب شوم و پرچم جمهوری از ما رو برداریم ما در طول اینقدر ساله که مربی بودیم قریب 700-800 زیادتر هم پرچم جمهوری از ما رو برداشته بودیم در سطح آسیا و جهان و مسابقه کوبوکای جهان و جام جهان و همینا لیکن سالهای آخرتر من همین سالهای بعدا در چمپیونات های آسیا هم شرکت نوریزن دسته منتخب تاجیکستان در چمپیونات های آسیا تشکر زیاد اکنون چون گفتیم در این روند که یک علت یک مشکلی همین فراگیری بیماری کووید 19 بود اگر یک نکته دیگر رو محمود عبدالله من فکر میکنم که به اندیشه من شما راضیید اگر دسته مکمل تاجیکستان به همین مسابقات همین سربیا سفربر میگردید بسیار امکانیت خوبی دریافت جایزه های افتخاری بود حتی در همون صورت مجلس هایی که براسی تلویزیون ورزش هم طول سه روز جریان رقابت ها را انعکاس کرد ما علاقه واقفی ما از همون صورت مجلس ها یا با اصطلاح پروتکلی که بودن بسیار هم امکان پذیر بود یعنی تعداد کم اشتراکچیان برای موفقیت پهلوانان تاجیک بسیار هم راه هموار میکرد به هر نوع ما امیدواریم از این توجه بی‌واسطه دولت و حکومت بلی جمهوری تاجیکستان از کارهای ثمره بخش که در این سمت بیشتر و زیادتر انجام می‌یابند البته ما به همان مقصد نهایی خود میرسیم آن مرهای دیرینه هواداران گوشتین سمت را هم جامعه عمل میپشونیم در این فرصت که ما رو همراهی کردید محمد شریف سلیمانو بار دیگر یادآور میشیم که بیش از 17 سال اگر اشتباه نکنم به حیث سرمربی تیم منتخب سمبوی جمهوری تاجیکستان کارمند شایسته ورزش مربی اتحاد جماهیر شوروی خدمت کردند سهمشان در برابر عصمت عبداللهیف البته در پیروزی های ورزشگران ما کامیابی های سمبوی تاجیک خیلی بی‌نظیر است محمود عبدالله کاتب ژنرالی فدراسیون گوشتین سمبوی جمهوری تاجیکستان داوری رئیس کمیته داورانی قاره آسیا شما رو هم بار دیگر خوش آمدید میگویم سمی عبدالشکروف اطمینان داریم که شما هم در منبعده هم نیرو و قوه و قابلیتتون باز افضلتر میشود و حالا نورس هستید و در میدان نیروسنجی های جوانان هم نتیجه بهتر به دست میورید بار دیگر به خود جهان پهلوان خوشقدم خسرو و اکمل الدین کریموف که دعوت ما رو پذیرفتن باز هم عرض سپاس و منداری میکنیم این یک میدانی بود یک صحبتی بود که در این روند البته ما باز بار دیگر یادآور میشویم اگر سرمربی منتخب سمبوی تاجیکستان ناصر بازاروف هم شرکت میکردند شاید با سوال بینندگان و با صحبت ما هم همراه میشدند آنگاه باز هم گیره همان مشکلی ها
تو اندازه باز میگردید. برای توجهتون دوستان عزیز تشکر میگویم. البته شبکه ما رو ترک نکنید. برنامه های دیگر تلویزیون ورزش ادامه دارم و با استفاده از این فرصت به توجه کل مخلصان میرسونیم که پگاه بوری نخوز چمپیونات جمهوری تاجیکستان در گوشتینی جودو با شهامت و شکوه بزرگ در شهر دوشنبه برگزار میگردد و ابتدا از سبقت اولین تا به مرحله نهایی این مسابقات مستقیما توسط دو شبکه تلویزیون ورزش و تلویزیون فوتبال پر انعکاس میشوند و سبقت پهلوانان ما در هفت وزن در نیروسنجی های دستوی هم در نظر است و همچنین اشتراک به عنوان ما هم باری نخست در چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به جودو به قید گرفته شده است. باقی برایتون سلامتی میخواهیم. شب بخیر، پیروز باشید.